سلام به دوستای عزیز، امروز میخوام تمرین بعدی رو معرفی کنم براتون. تمرین بعدی برای افرادیه که باندا رو خوب نمیشناسن و حرکت توپ سفید رو بعد از برخورد به باند نمیدونن و دنبال یه تمرین میگردن که خودشون رو قوی بکنن. خب سفید رو میذارین رو نقطه زرد، خیلی ساده است. یه نقطه، یه دونه از این نقطه ها، نقطه رنگی ها روی میز رو انتخاب میکنین و حالا با یه باند یا دو باند یا سه باند، هر جوری که خودتون دوست دارین، سفید رو میفرستین اونجا. مثلا میگی مثلا میخوام با دو باند سفید بره جای مثلا مشکی. خب الان چون من یه دستم دوربینه، اینو میارم یکم عقب. خب با دو باند مثلا میخوام برم جای مشکی، اینجا رو میزنم، یک دو، سفید رفت نزدیکش. خب این خب خوبه، ولی اگه خیلی فاصله داشته باشه ازش جالب نیست. خب الان اومده اینجا، مثلا میگی میخوام با دو باند بفرستم جای زرد، ضربه بعدی رو میزنی، یک دو، به سمت اثبات داره حرکت میکنه. همینطوری مسیرها رو یاد میگیرین. خب الان مثلا اومده اینجا، میخوام با دو باند بفرستم رو نقطه آبی، مثلا یک دو، لاینش خوب بود ولی شتابش زیاده. هر جو که وایساد یه نقطه رو انتخاب میکنین و ضربه رو میزنین، خیلی راحت، و این خیلی کمکتون میکنه توی یاد گرفتن باندا. حالا مثلا ضربه بعدی میخوایم مثلا از اینجا بیایم سه بانده بزنیم بفرستیم جای توپ سبز. من نمیتونم، کنترل ندارم. یک دو سه، میاد میخوره به اینجا، از اینجا میاد سمت نقطه سبز. هر جا که وایساد از اونجا ضربه بعدی رو میزنیم. همینطوری میتونین باندا رو یاد بگیرین. حالا تو انتخابایی که دارین، ضربه یه بانده، دو بانده میتونین بزنین، سه بانده میتونین بزنین، عرفش دیگه سه بانده. حالا چهار و پنج هم باز دست خودتونه، خواستین میتونین چهار و پنج رو هم بزنین. این تمرینم برای افرادی که نیاز به تمرین اسنوکر گرفتن و از اسنوکر خارج کردن داشته. خدا یار و نگهدار.